پس از 1 و 2 میرسیم به 3 و 4. 3 و 4 گزارش و گسترشی است از اون چه فشرده در 2 نماد شناسانه باز نموده شده است. به سخن دیگر اون دو ناساز، اون دو روباروی، آن دو هماورد در 3 و 4 به نمود آمده است. به سخن نمیتوان گفت یکی نشانه نرینگی است، بله، دیگری نشانه مادینگی است. 5 و 6 همچنان گسترش و فزونی و پی در پی شدن این دو بنیاد را نشان می‌دهند. چون سخن ما از جهان برافزون پرشمار است یا از عالم کثرت، درست، سرانجام می‌رسیم به 7، اون شمار رازآلود هنگام ساز که نمودهای فراوان اون رو ما در پدیده‌های گوناگون می‌بینیم. هر کدام از اون شمارهای پیشین رو شما بنگرید، یا 3 و 4 اون دو پایه، بله، در اونها نیست، یا اگر هست تنها یکی از این دوران نشان می‌دهند به تمامی. تنها شماری که از 1 و 3 و 1 و 4 ساخته شده است، اون دو پایه را بی هیچ فزود و کاست در خود دارد، 7 است. پس 7 نماد سرآمدگی و بوندگی، یعنی کمال و تمامی است. اون چه به 7 میرسد میتوان گفت که به شیوه ای نماد شناختی رازگشایانه به سرآمدگی رسیده است، به کمال خیش. شمارهای دیگر همچنان به شیوه های کاربرد های نماد شناختی دارند، مانند 8 که بهشت در باورشناسی ما 8 گانه است، اما نه آنچنان که همواره ما با اونها روبرو باشیم. سرانجام میرسیم به 12.